سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ادامه مطلب مولکول های قطبی و ناقطبی رو با هم دیگه میخواییم ادامه بدیم و میرسیم به نیروهای بین مولکولی. آقا نیرو با پیوند فرقش چیه؟ ما تا حالا با پیوندها آشنا شدیم و چیزهایی که با هم دیگه خوندیم یک پیوند یونی بوده، یک پیوند کووالانسی. حالا داریم میگیم نیرو. نیرو با پیوند آقا چه فرقی میکنه؟ الان خدمتتون میگم. ببینید، این رو فقط در حد این که بدونید، مثلا بچه ها هاش میخواد به سی ال بچسبه، این پیونده، ولی هاش سی ال که یک مولکول هستش میخواد بره بچسبه به جناب اف دو، اینم باز باز چیه بچه ها؟ پیونده. ولی اینا میخوان کنار هم دیگه وایستن، این سیم نیست ها، این پیونده بچه ها. این پیوند بین مولکول هاست. پیوند بین مولکول ها نمیگن، میگن نیروی بین مولکولی. پس این چیه؟ نیروی بین مولکولی. بین دوتا مولکول نیروی وجود داره که اینا رو کنار هم دیگه نگه میداره، میشن نیروی بین مولکولی. پس با پیوند ها قاطی نشود لطفا. این یک پیوند است بین دوتا اتمه، بین دوتا اتمه، نیرو بین دوتا مولکول قرار داره. این اوکی. حالا میخوام انواع این نیروها رو با هم دیگه بخونیم. بریم آقا. بچه ها ممکنه که یک مولکول قطبی بخواد کنار یک مولکول قطبی دیگه وایسته. نیرویی که اینها رو نگه میداره، این نیرویی که اینها رو نگه میداره اسمش میشه دو قطبی. ممکنه دو تا مولکول ناقطبی بخوان کنار هم دیگه وایستن. ناقطبی بخواد وایسته کنار ناقطبی، اسم این نیرو میشه دو قطبی القایی. مثلا چی آقا؟ از اینا یه مثال بزن بتن. مثلا بچه همین مثالی که زدیم، هاش سی ال میخواد بره به چسب مثلا به پی سی ال سه، قطبیه. پس نیروی که بینشون دو قطبی دو. دو تا ناقطبی اف دو میخواد بره به چسب به سی هاش چهار، دوتاشون هم چی هستن؟ دوتاشون هم ناقطبی هستن. پس نیرویی که اینا رو کنار همدیگه نگه خواهد داشت دو قطبی القایی. آقا یه جور هم میتونن باشن؟ بله میتونیم. مثلا به جای اینکه این سیاه شار باشه یه افتوی دیگه ما اینجا داشته باشیم، افتو بخواد کنار افتو وایسته، نیرویی که اینو نگه میداره میشه دو قطبی القایی. اینا رو با هم ترکیبشون هم بکنیم. پس یعنی چی؟ یعنی آقا یه دونه ناقطبی داشته باشیم، یه دونه هم قطبی داشته باشیم. چه نیروی حاصل میشه؟ هر موقع اسم ناقطبی اومد دو قطبی القایی میشه، هر موقع اسم قطبی اومد دو قطبی. پس اسمش میشه دو قطبی القایی. دیگه چه میتونه باشه؟ بچه ها میتونه یک یون قرار گرفته باشه کنار یک مولکول قطبی که به این میگن یون دو قطبی. میتونه یون کنار یک مولکول ناقطبی قرار گرفته باشه، بهش میگن چی؟ یون بگو. آها دو قطبی القایی. این از نیروهای بین مولکولی، انواع نیروهای بین مولکولی هستش که ما با هم دیگه میخونیم. مثالاشو میتونید خودتون الان مولکول قطبی ناقطبی حتما توی ویدیو یک دیدید، اگر ندیدید تشریف ببرید ببینید، اونجا قطبی ناقطبی رو بشناسید، بعد بیاید نیروهایی که اینه. مهمترین نیرویی که بچه‌ها بین مولکولی هست و از همه قوی تره، اینا رو واک میکنم و نوع آخر نیروها رو میخوام خدمتتون بگم،
پیوند هیدروژنیه. خوب گوش کن اینو. مهمه، خیلی هم مهمه. پیوند هیدروژنی از همه‌شون قوی‌تره، از همه نیروها قوی‌تر است، یعنی محکم‌تر مولکولاشو کنار هم دیگه نگه می‌داره. کی پیوند؟ آقا شد پیوند، تو هی داری میگی نیرو، نیرو که گفتی با پیوند فهم کنه. آفری بچه‌ها، پیوند هیدروژنی از نیروهای بین مولکولی است، ولی چون انقدر قویه بهش میگن پیوند هیدروژنی. پس پیوند هیدروژنی از زیردستای نیروی بین مولکولی، زیر مجموعه نیروی بین مولکولیه، ولی انقدر قویه نسبت به بقیه اسمشو گذاشتیم پیوند. پس اینجا یه نکته هم یادت باشه، همیشه پیوندها قوی تر از نیروهای بین مولکولی است. خب کی اتفاق میفته؟ بچه ها موقعی که جناب هاش، عنصر هاش گیر کنه بین O, N, F یا برعکس F مثلا O، اینا رو به ترتیبی نویسن، میتونه از یه طرف به O گیر کنه، از یه طرف به مثلا F، این هم N, O، این هم N. یعنی چی آقا؟ ببینید مولکول هایی که پیوند هیدروژنی دارن که توی کتاب دهم زیاد استفاده شده اینا هن. NH3 HF از همه مهمتر H2O C2 H5 OH الکل هامون بچه ها پیوند هیدروژنی دارن به خاطر وجود OH CH3 OH که اینا اتانول و متانول هستش که با الکل ها انشالله کامل تو سال 11 هم آشنا خواهید شد. اینا رو که اسماشو میدونید، من فقط اسم اینا رو بنویسم، اتانول و متانول هستن اینا، الکل ها و انواع اقسام اینها، اینا بیشتر استفاده شد. چه اتفاقی میفته گفتیم پیوند هیدروژنی حاصل میشه؟ موقعی که هاش گیر بیفته بین این اتم، درسته؟ با هم رسمش کنیم. یکی از مثلا بچه چند تا مولکول NH3 میخواد کنار هم دیگه وایست، این یه NH3، یه NH3، یه NH3 دیگه هم میخواد بیاد اینجا قرار بگیره. خب این یه مولکول NH3، اینم یه مولکول NH3. چه اتفاقی میفته؟ اینها اینجا اگه بخواد این مولکول کنار این مولکول قرار بگیره، میگم نیرو بین مولکولی باطر همین، ولی چون قوی اسمشو گذاشتم پیوند، به صورت نقطه چین هم نشونش میدن و این پیوند هیدروژنیه. پیوند هیدروژنیه. چرا؟ هاش افتاد بین دوتا N، از اونور دوباره میخواد پیش یه NH3 واشته. چی میشه؟ این میشه N، این میشه هاش، این میشه هاش، این هم میشه هاش. پس دوباره چه اتفاق میفته؟ اینجا پیوندی که بخواد اینجا چه پیوند هیدروژنیه بچه. هر موقع این ترکیب رو حفظ کنید کارتون رو خیلی راه میندازه، ولی به صورت کلی شما باید بلد باشید که اگر مولکول ها کنار هم دیگه بخوام باشتن، چون نیروی بین مولکولیه، چه نیروی اونها رو کنار هم دیگه نگه میداره؟ نیروی هیدروژنی. کی هستش پیوند هیدروژنی؟ موقعی که جناب هیدروژن بیفته بین اینها. یه مولکول دیگه رسم کنیم، H2O که اینجا بخوایم رسمش کنیم. H2O بچه چطوریه؟ O هستش، این ورش هاشه، این ورش هم هاش. میخواد بین واسطه پیش یه H2O دیگه، این O اینجا هاش، اینجا هم هاش. حالا این نقاط خودشو داره، من با این نقاطش کاری ندارم که اگه بخواد پیوند بده که اینطوری میشه الی آخر. پس نقاطتون رو نمیکشیم، چون بچه ها اینا به صورت یک شبکه گسترده هستن، به خاطر همین ادامه دارم. من اینا یک مولکول H2O الان اینجا دارم، یک مولکول H2O هم اینجا داریم. پس این بچه ها پیوند چی هستش؟ اینجا پیوند هیدروژنی. پس هر موقع ببین هاش کجا افتاده؟ هاش افتاده بین دوتا O. هاش میتونه از اون ور بیفته بین F، از این ور بیفته بین N.
اون موقع هم ما میگیم پیوند هیدروژن دارن، ولی اساساً یه مولکول‌های مشابه کنار هم دیگه قرار میگیرن و بهش میگن پیوند هیدروژنی. زمانی که هاش بیفته بین NOF از اون سمت محصور بشه بین NOF. از همه نیروها یادت باشه که قوی تره، نکتهشو لازم داریم ما، از همه نیروها قوی تره. اون یکی نیروهایی هم که بهتون گفتم ترتیبشون مهمه که کی قوی تره. خب یون دو قطبی هستش، یون دو قطبی القایی هستش، دو قطبی دو قطبی قویه، بعدش دو قطبی القایی، دو قطبی القایی بعدشه، که این ترتیب هاشه که ما باید بلد باشیم. مهمترینشون پیوند هیدروژنی بود که یاد گرفتیم و میخوایم الان بریم سراغ مقایسه ای که در رابطه با مولکول ها ما انجام میدیم. پس این درس نیروهای بین مولکولی تمام تا برسیم انشالله به سوالاش. بریم سراغ یه درسنامه خوشگل دیگه، درسنامه ای که گیجتون نکنه و خوب دقت کنید بهش. فوق العاده درسنامه مهمیه و حتما باید روش دقت داشته باشید. خب بچه ها، ما میخوایم مقایسه کنیم یک مولکول قطبی رو با یک مولکول ناقطبی از این لحاظ ها. از لحاظ نیروی بین مولکولی کی قوی تره؟ قطبی ها کنار هم وایستن قوی تر میشن یا ناقطبی ها وایستن قوی تر میشن؟ از لحاظ نقطه جوش، نقطه جوش مولکول قطبی بیشتره یا مولکول ناقطبی؟ و از طرفی هم زودتر کی مایه میشه؟ مولکول قطبی مایه میشه یا مولکول ناقطبی؟ خب فقط شرط این که تو داری قطبی ناقطبی رو با هم دیگه با این نکاتی که میگم مقایسه میکنی اینه که جرم مولیشون نزدیک به هم باشه. جرم مولی مولکول قطبی و ناقطبی نزدیک به هم باشد، نزدیک چی باشه؟ به هم باشه. خب این یکم بالاتر رو نمیسیم. این است جرم مولی مولکول قطبی ناقطبی اگر نزدیک به هم بود، آقا نیروی بین مولکولی توی قطبی قوی تر است. پس نیروی بین مولکولی قوی تره، مولکولا محکم تر به هم میچسبند، پس جدا کردنشون یعنی به گاز تبدیل کردنشون سخت میشه، پس باز قطبی. کی زودتر مایه میشه؟ باز هم قطبی. چرا؟ چون ما میدونیم هر کی نقطه جوش بیشتر داشته باشه زودتر به مایه تبدیل میشه. تموم. هر کی نقطه جوش بیشتر داشته باشه زودتر به مایع تبدیل میشه. پس شرط این که این مقایسه همیشه درست باشه چیه؟ آفرین. جرم مولی مولکول قطبی و ناقطبی نزدیک به هم باشه. مثلا مولکول هایی که داریم با هم مقایسه میکنیم، جرم یکیشون مثلا باشه 30، جرم یکیشون باشه 32، جرم یکیشون 34، جرم یکیشون 30، نزدیک به هم باشه، بیشتر از 10-20 با هم اختلاف نداشته باشن. آقا اگه اختلاف داشت چی میشه؟ نکته اگر مولکول ناقطبی جرم مولی خیلی بیشتری نسبت به مولکول قطبی داشته باشد، پیروز میدان ناقطبی است. پیروز در همه موارد ناقطبی خواهد بود. آقا مثال بزن. چشم آقا، من فقط مثالش اینجا بزنم، مثال این نکته رو اینجا میزنم. آقا ما مولکول آی رو داریم، آی دو، و مولکول مثلا سی او رو داریم. بچه جرم مولی اینها این 254، ایشون بیچاره یه سی 12 داریم، یه او 16 28
نزدیک 9 برابرشه جرم مولیکول. خیلی مولکولم حجیمه، خیلی وزنش زیاده، جرمش زیاده. پس بچه ها اینجا اگه ازت پرسید که نیرو بین مولکول یکی قوی تره، ببین با اینکه این چیه، آفرین بگو، آها این ناقطبیه، این ولی چیه؟ قطبیه. ولی چون جرم مولیش، نکته نگاه کن، اگر مولکول ناقطبی جرم مولیکول خیلی بیشتر از مولکول قطبی باشد، پیروزمون کیه؟ پیروز در همه موارد ناقطبیه. یعنی آقا همه موارد اینایی که گفتم و میپرسه ازت، نیرو بین مولکولی آیدو قوی تر میشه، نقطه جوش آیدو بیشتر میشه، زودتر کیمیایی میشه آیدو. اوکی، پس این نکته نکته مهمیه، حتما توجه داشته باشید. این مقایسه رو که سریع انجام بدی، همیشه قطبی پیروز بشه موقعی که جرم مولی نزدیک بشه. جرم مولی ها خیلی با هم تفاوت داشت، خب قطعا میدونید قطبی اگه جرم مولیش خیلی بیشتر باشه دیگه حتما چیه؟ قطبی پیروزه. ولی این وسط یهو ناقطبی میاد چیکار میکنه؟ ناقطبی توپالی میاد وسط، ناقطبی که جرمش زیاده میاد وسط، نسبت به قطبی میزنه، قطبی رو میترکونه. پس در همه مواردمون قوی تر خواهد بود. خب این پس مقایسه چی بود؟ قطبی و ناقطبی. میخوام تو اسلاید بعدی برم سراغ مقایسه همجنس باشن. یعنی چی؟ قطبی با قطبی، ناقطبی با ناقطبی. پس الان بچه مقایسه قطبی با قطبی دارم، ناقطبی با ناقطبی دارم. بچه ها اگه داشتی یه مولکول قطبی با یه مولکول قطبی دیگه میسنجیدی، یا یک ناقطبی با یه ناقطبی دیگه، هر کی جرمش بیشتر باشه، هر کی جرم مولیش بیشتر بود قوی تره. آقا نیرو بین مولکول کی بیشتره؟ هر کدام جرم مولی بیشتر داشته باشه. نقطه جوش کی بیشتره؟ هر کدام جرم مولی بیشتر داشته باشه. کی زودتر مایع میشه؟ هر کدام جرم مولی بیشتر داشته باشه. پس حواستون باشه اینجا داریم همجنس ها رو بررسی میکنیم، و اینجا همجنس منظورم اینه که قطبی با قطبی، ناقطبی با ناقطبی، جنسشون یکیه مولکولمون. ولی توی اسلاید قبلی داشتیم قطبی رو با ناقطبی بررسی میکنیم، با هم دیگه متفاوت بودند. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. برای اینکه بچه اینا رو خوب یادتون بمونه، من یه کلکی میخوام یادتون بدم، یه کلک خیلی ساده. با نهایت احترامی که به تمامی دانش آموزان ما میذاریم، یادتون باشه بچه قطبی رو پسر در نظر بگیر، ناقطبی رو دختر در نظر. بچه ها قطبی که ما داریم، خب میخواییم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و میخواد دختر و پسر با هم دعواشون بشه. کی برنده است؟ پسره برنده است. فقط اینو یاد بگیره، امکان داره این اتفاق نیفته. اینا دعواشون شده قطبی و ناقطبی، جرماشون هم با همدیگه یکسانه، از نظر وزن و هیکل میخوام با هم مسابقه بدن و یکسان هستن. کی میبره؟ پسر. حالا اگر اینا چی باشن؟ جرم مولیه ناقطبیه بیشتر باشه، یعنی از لحاظ هیکل و قد و اینها دختر خانم بزرگتر باشه، پس میزنه پسره رو میترکونه، پس اون موقع میشه ناقطبی. این میشه پس مقایسه دوتا چی باشن؟ دوتا غیر همجنس باشن، یعنی قطبی و ناقطبی. اگه جرمشون نزدیک بود پسره برنده است، اگر جرم ناقطبیه خیلی بیشتر بشه میتونه بزنه اون رو بترکونه پسر ما رو. حالا اگر هم جنس باشن چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتیم قطبی رو میخوایم با قطبی مقایسه کنیم، یعنی یک قطبی داریم، اینجا هم یک قطبی داریم، این هم میشه پسر، پس این هم ناقطبی ما میشود دختر. آقا این دوتا میخوام با هم الان دعوا کنن. میگفتیم هر موقع هم جنس هم میخوام با هم دیگه مقایسه کنیم، هر کی هیکلش گنده تر باشه میزنه اون یکی رو میترکونه. پس اگر قطبی رو داشتی با قطبی مقایسه میکردی، برو به هیکلشون نگاه کن، برو به جرمشون نگاه کن. امیدوارم با این خلاصه بهتر یاد گرفته باشی. آقا این چه خلاصه‌ای بود گفتی؟ دیگه گفتم دیگه، حالا دوست داشتی یاد بگی، دوست نداشتی همون موارد دوتا اسلاید بعدی رو، دوتا اسلاید قبلی رو که بهت گفتم، اونها رو به صورت کامل یاد بگیر. میخوام برات سوال حل کنم. خب بریم آقا.
با توجه به جدول به سوالات زیر پاسخ دهید. مثال کتاب درسی چشم پاسخ می‌دهیم. آیا سوال اول، آیا مولکول‌های سازنده مواد در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند؟ آقا مولکول‌ها چی ان؟ دو تایی‌اند، دو تاشون هم یکیه. آفرین که همه دارن میگن این ناقطبیه. این چی؟ آفرین، این یکی. آفرین، اینم ناقطبی. پس آیا جهت‌گیری می‌کنند؟ خیر. چون ناقطبی هستند. تمام. نیروی بین مولکولی، همین مبحثی که الان با هم کار کردیم. سوال اول در رابطه مبحث اصل ویدیو قبلی بود، ولی اینجا الان نیروی بین مولکولی در کدام یک قوی تر است. بچه همشون ناقطبی هستند، همشون از یک جنس هستند. پس میرم سراغ جرم مولیشون. هر کی جرم مولیش بیشتر، زورش بیشتر، چون همشون یک جنس دارن. آقا CL2 دارم، BR2 دارم، I2 دارم. جرم مولی رو بیار نگاه کن. 71 160 و 225. آقا ترتیبشو پس بنویسیم. با توجه به ترتیب جرم مولیش، I2 از همشون قوی تر میشه. ناقطبی بعدیمون که جرم مولیش هم اینه 160، BR2 میشه. اینم CL2 خواهد شد. اوکی؟ پس از روی جرم مولی گفتم. چرا؟ چون همشون یک جنس رو داشتند. اوکی؟ در ترکیب مولکولی با مولکول‌های ناقطبی با افزایش جرم مولی دمای جوش افزایش می‌یابد. میتونستیم دو تا کاهش ها رو انتخاب کنیم. با کاهش جرم مولی نقطه جوش هم کاهش پیدا خواهد کرد. چرا کاهش پیدا میکنه؟ گفتیم دیگه، چون همشون ناقطبیان. گفته در ناقطبی ها یا در قطبی ها فرق نمیکنه. هر چقدر ما جرم مولیمون بیشتر باشه، نقطه جوشمون هم بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون نیروی بین مولکولی قوی تره، محکم تر کنار هم دیگه ایستادن. پس این مقایسه ای بود بین همجنس ها، ناقطبی ها با هم دیگه. بریم سراغ سوال بعدی. آقا این سوال چی میگه؟ خوب دقت کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن. میگه که هاش اف با وجود اینکه جرم مولی کمتر نسبت به بقیه ترکیبا دارد، به چه دلیل نقطه جوشش از همه بالاتره؟ ببین، تو مثال قبل همه ناقطبی ها رو بررسی کردیم. اینا رو الان نگاه میکنی همشون چی هن؟ آفرین، قطبیه، قطبیه، این هم قطبیه. آقا پس همشون هم جنسن دیگه. باید برم سراغ ببینم کدومشون توپل تره. پس بچه‌ها میرم جرم مولی نگاه میکنم، این که 20، این از همشون سنگین وزن تره. پس باید این نقطه جوشش از همه بیشتر باشه، بعد ایشون باشه، بعد ایشون. ولی در میام اعداد رو نگاه میکنم، میبینم ترتیبشون اینطوری شده. یهو هاش اف توی چی؟ توی نقطه جوششون. هاش افمون چی شده؟ بیشتر شده از اینکه 19، بعدش هاش بی آر هستش و بعدش هاش سی ال رو ما داریم، منفی 85. خب نقطه جوششون. چرا این اتفاق افتاده؟ آقا نمیفهمیم سوال پرسیده. ببین همشون قطبی هن. پس گفتیم اگر هم جنس باشن باید بری دنبال هر کی که توپل تره، هر کی جرم مولی و حجمش بیشتر. الان من میام اینجا میبینم که این 20، این 36 و نیم نشده که. پس اگر اینجا رو نداشتم یه مقایسه میخواستم انجام بدم، میگفتم هر کی جرم مولیش بیشتر، چون همشون قطبی هن یه جنسن، پس هر کی جرم مولیش بیشتر باشه باید نقطه جوشش بیشتر باشه. پس هاش بیار باید بیشتر باشه، بعد این باشه، بعد این باشه. ولی وقتی میام نگاه میکنم و مقایسه میکنم، این 19 مثبت، این دوتا اصلا منفی هن. چرا هاش اف بیشتر شده؟ پیوند هیدروژنی داره. اینا بچه ها قطبی هن. یه قطبی دیگه بخواد کنارشون قرار بگیره، نیروی دو قطبی دو قطبی خواهند داشت. گفتیم از همه قوی تر کیه؟ پیوند هیدروژنی. آیه هاش اف یهو حکم رو میکنه، میگه که چی؟ حکمی که دستشه رو میکنه، میگه که من هاش افم و پیوند هیدروژنی دارم. ساختارم رو بیاید نگاه کنید، من چی دارم؟ ساختار هیدروژنی دارم. پس آرم میتیکومان میاد و میگه که من پیوند هیدروژنی دارم. پس همه احترام میگذارند و اتفاقی که براش میفته از همه قوی تر خواهد شد. حالا ادامش،
در رابطه با HCl و HBr من چی دارم؟ آقا هر کدوم جرم مولی بیشتر داشته باشد 36.5 81. پس چه اتفاقی براش میافته؟ این 81 اینم 36.5 81 بیشتره 36.5 هم ادامش میاد. اوکی؟ خب بریم برای ادامه داستان و سوال بعدیمون. پس چرا هاشف قوی تر شد؟ چون پیوند هیدروژنی داشت. پس هر کی پیوند هیدروژنی داشت تمامی قوانین رو میزنه کنار و میاد از پیوند هیدروژن چه استفاده میکنه و از همه قوی تر میشه. یه سوال دیگه در رابطه با همین حل کنیم. بچه اینا سوال کتاب درسیتونه، خیلی مهمه و باید با هم بررسی کنیم. آقا اینجا هم همه قطبیان. اینجا هم همه قطبیان. پس چون همه قطبیان باید بریم سراغ هر کی که توپولتره، هر کی که جرم مالیش بیشتره. پس اگه من اینو نراشتم می‌خواستم مقایسه انجام بدم میگفتم AS-H3 از همه بیشتره، بعد CH بعدش PH3 هستش، بعدش NH3. ولی باز چون NH3 من پیوند هیدروژنی دارد، پیوند هیدروژنی رو میکنه و نقطه جوششون ترتیبش به این صورت خواهد شد که NH3 چون پیوند هیدروژنی داره بیشتر خواهد شد. در ادامش این دوتا قوانین قبلی رو دارن چون پیوند هیدروژنی ندارن. پس هر کی پیوند هیدروژنی رو کرد دیگه با بقیه قانونا کار نداریم، از همه قوی تر میشه. حالا این دوتا رو اگه بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، قطبی از قطبی از قانونای قبلیمون، هر کی جرم مولیش بیشتر نقطه جوشش بیشتر. پس اینجا هم میشه AS H3 و اینجا هم PH3 به دلیل پیوند هیدروژنی قوی تر شد با اینکه جرم مولیش کمتر بود. اوکی، بریم سراغ مطلب بعدیمون که رسم نمودار این هستش. بچه ها این رو رسمش رو هم با هم دیگه انجام بدیم و انشالله بریم سراغ ادامه مطالبمون. خب ما اینجا چی داریم بچه ها؟ نقطه جوش ها رو داریم. سوال گفته نقطه جوش رو نسبت به دورشون انجام بدید. این بچه ها این دوتا نمودار رو من خدمتتون رسم کنم، به این صورت میشه. حالا میخواییم بچه ها ادامه بدیم اینجا، یعنی توضیح بدیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بچه ها برای اینکه این دوتا رو با هم دیگه، فقط حواستون باشه اینها به صورت اینطوری رسم شدن و نمودارهاشون به این صورته که این نمودار بر اینجا رسم. بچه ها هاشف 19 بالای بعد از هاشف کی قرار داره؟ منفی 67 قرار داره. ولی چرا اومده منفی 85 رو کشیده؟ به خاطر اینکه گفته نسبت به دوره. عناصر اینا چطوری توی یک گروه قرار گرفتن؟ به واسطه توی یک دوره قرار گرفتن؟ اینها ها این پایین براتون بکشم. به چه صورت توی یک دوره قرار گرفتن؟ FOCl و Br. پس چون گفته نسبت به دوره، اول اونی که F داره باید رسم کنم، بعد اونی که Cl داره، بعد اونی که Br داره. پس اول اونی که HFه، بعد اونی که HCl، بعد اونی که HBrه. با توجه به این نقطه جوش ما اینجا رسمش کردیم، اینم اینجا رسم کردیم. اینجا بچه چطوری اینها قرار گرفتن توی جدول؟ اینها به صورت N هستش، P هستش و AS. پس به اعدادش توجه نمی‌کنیم توی ترتیب رسممون. اول این رو رسم می‌کنیم چون گفته نسبت به دوره. یه دوره جلوتر پی میشه، اون که PH3، و یه دوره جلوتر AS3 هستش. تمامی اینها منفی هستن، عناصر گروه 15 هن، عناصر گروه 17 هن. در عناصر گروه 17 ما مثبت هم داریم HF دمایجش، ولی در عناصر گروه 15 تمامی منفی هستن. من فقط این فلش های زیبا رو هم که بکشم شما اشتباه نکنید، نمودارها به این صورته. نمودار این جدول اونوره، اون یکی اینور هستش. خب سوال بعدی لطفا بریم سوال بعدی. میگه که اتانول استون دو ترکیب عالی اکسیژن دار هستن، به عنوان حلال استفاده میشن. اوکی، به کمک جدول پیش بینی کنید هر یک از نقاط 56 و 87 برای کدومه. بچه یادتونه گفته بودم اتانول پیوند هیدروژنی داره؟ پیوند هیدروژنی داره. پس چون پیوند هیدروژنی داره چه اتفاقی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ اتانولمون نقطه جوشش باید بیشتر باشه با اینکه جرم مولیش کمتره. پس گفتم بچه این
پیوند هیدروژنی مثل یک حکم ریاسته. دادم به یکی، میره اونجا میگه من حکم ریاست دارم و از همه قوی ترم و همه میتونم دستور بدم. پس پیوند هیدروژنی من از همه قوی تر خواهد بود. مولکولی که پیوند هیدروژنی داره نقطه جوشش هم بالا خواهد بود نسبت. این یکی بچه ها پیوند هیدروژنی نداره. پس اگر من اینجا میتونستم نقطه جوش رو به عنوان یک جدول اینجا اضافه کنم، برای جناب اتانول 87 رو خواهیم داد و برای استون 56 درجه رو. حواستون باشه به دلیل وجود پیوند هیدروژنی در اتانول تمامی قوانین میره کنار، پیوند هیدروژنی میاد جلو و از همه قوی تر خواهد شد. خب دو سه تا سوال دیگر هم با هم دیگه حل کنیم از این مبحث و این مبحث هم تمام میشه و انشالله مباحث بعدیمون در رابطه با انحلال اینا رو خوب بخونیم که انشالله وارد انحلال بشیم و سال دهم رو یواش یواش دیگه داریم بچه تموم بکنیم. کدام مقایسه در مورد دمای جوش این دو این سه تا با هم دیگه درست است؟ سری بریم دنبال اینا ببینیم کدومش درسته. آقا اینو چیه؟ قطبیه. گفته نسبت این قطبیه بچه‌ها. اینجا رو خوب دقت کن، این قطبیه داره با یه دونه ناقطبی می‌سنجه. جرم مولیاشو حتما باید داشته باشم دیگه. جرم مولی اینو چی میشه؟ یه 14 یه 16 سی. جرم مولی اندو او دو سی او دو و اینم یک ناقطبی هستش اندو، پس این هم میشه 28. بچه جرمولی ها نزدیکه، پس از اون قوانین هم میتونم استفاده کنم در مقایسه یک قطبی و یک ناقطبی. میگفتیم اگر جرمولی ها نزدیک بودن همیشه قطبیه قوی تره. پس تا اینجا این درست مقایسه شده که اندو بیشتر از این. ادامش بچه ها، این دوتا ناقطبی شدن. چی شدن با هم دیگه؟ ناقطبی، یک جنس شدن. وقتی یک جنس می شدن می گفتیم هر کی جرم مولیش بیشتر قوی تر و هر کی قوی تر نقطه جوشش بیشتر. پس این هم درست مقایسه شده، 32 این هم 28. پس گزینه یک جواب ماه. ببینیم گزینه های دیگه چرا غلطه. گفته او دو، او دو جرم مولیش چنده؟ 32. این یکی جرم مولیش حساب کرده بودیم شده بود 30. این بچه ها ناقطبیه، این قطبیه، درسته؟ خب این مقایسه درست نیست دیگه، جرم مولی هم اگه نزدیک به هم نیست. پس دوتاشون رو بخوایم مقایسه کنیم به جرم مولی ربطی نداره، چون جرم مولی ها نزدیک به همه، پس حتما باید قطبیه قوی می بود. پس این غلط، این مقایسه. این یکی مقایسه هم، این چون جرم مولیش 28 خواهد بود و مولکولیس ناقطبی، این مقایسه درست انجام شده. این مقایسه که اینجا انجام داده درسته، ولی چون این غلطه پس این گزینه غلط. بقیه رو خودتون سری بررسی کنیم با هم دیگه. این چیه؟ قطبی. این چیه؟ ناقطبی. جرم مولیاش قبلا حساب کردیم نزدیک به همه، پس از قوانین میتونیم استفاده کنیم. یه قطبی با یه ناقطبی جرم مولی نزدیک به هم، قانون چیه؟ قطبی قوی تر، درسته؟ بین اندو و او دو، دو تا ناقطبی هن، هم جنس هستن، هر کی توپلتر و بزرگتر باشه چون هم جنس هستن. پس اندو و او دو رو ما داریم اینجا، اندو میشه 28، این میشه 32، پس 32 بیشتر. پس این مقایسه در اصل غلط بوده، این مقایسه درست و اصل گزینه ما غلط دیگه، گفته همش باید درست باشه. اینجا هم بچه همین اتفاق افتاده، اصلا این قطبیه رو برده گذاشته اینجا، چون جرم مولیاشون نزدیک به همه، قطبیه باید از همه بیشتر میشد. پس این هم باید. این مقایسه درست انجام شده، ولی این مقایسه در اصل غلط انجام شده بین اندو و دو و ان او. خب این هم پس بچه ها خیلی خوب مطلب میتونست براتون جا بندازه، مقایسه دو تا هم جنس، قطبی با قطبی، ناقطبی با ناقطبی. مقایسه غیر هم جنس ها، قطبی با ناقطبی. به این صورت عمل میکنیم. حتما قوانین رو چندی بار بخونید برای اینکه بتونید سوال ها رو خیلی راحت جواب بدید. خب سوال بعدیمون خیلی سوال ساده ایه بچه، یعنی مبحث ساده است، بخاطر همین سوالایی که ازش مطرح میکنن اگه خوب یاد گرفته باشه سریع میتونید تسویه. از میان جفت گازهای F2 و HCl، اندو و CO، کدام یک در شرایط یکسان آسان تر به مایع تبدیل میشه؟ بچه آسان تر به مایع تبدیل میشود یعنی چی؟ نقطه جوشش بالا باشد. نقطه جوشش کدام بالاتر است؟ از این چه نتیجه میگیری نقطه جوشت بالاتر باشه؟ نیروی بین مولکولیش قوی تر باشد. خب میرم مقایسه کنم، یه جفت رو به من داده F2 و HCl، یه جفت دیگر هم به من داده N2 و CO. اینا رو با هم مقایسه کنیم. بچه ها این چیه؟
بدو 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 چیه؟ آها قطبی، نه ناقطبی. این یکی قطبی هستش، این ناقطبیه. آقا کجا داری اینقدر سریع تشخیص میدی؟ مولکولا دوتایی شبیه به هم نیست، پس قطبی شبیه به همه، ناقطبی شبیه به همه، ناقطبی شبیه به هم نیست، دوتایی قطبی. مقایسه کن ببینم بین این دوتا کی قوی تر میشه. جرم مولیشون بچه ها نزدیک به همه، این حدودا میشه 38 جرم مولیش، جرم مولی اینم میشه 36.5، این جرم مولیش میشه 28، این جرم مولیش یه 14 یه 12 داریم، اینم میشه 28. جرم مولیش اصلا شبیه همه، خیلی نزدیک به همه. پس میتونم از قوانین استفاده کنم و همیشه بگم کی قوی تره؟ قطبیامون قوی ترن. زمانی که دو تا ناهمجنس رو داریم با هم بررسی میکنیم، اگر جرم مولیشون به هم دیگه نزدیک باشه، حتما قطبی قوی تره. پس در اینجا بچه این گزینه 4 درست میشه. گفته کی زودتر به مایع تبدیل میشه؟ کسی که نیرو بین مولکولش قوی تر باشه. کی قوی تره؟ تو این HCl قوی تره و تو این CO قوی تره. بریم سراغ سوال بعدیمون. آب و هیدروژن سولفید در چند مورد شباهت دارن بچه‌ها. داشتن پیوند هیدروژنی خیر، H2O دارد، H2S ندارد. حالت فیزیکیش در دمای اتاق با هم دیگه یکی نیست. H2S جامد، یک جدولی تو کتابتون حتما اون جدول رو باید بخونید. حالت آب در دمای اتاق مایع است. قطبی بودن درسته، شباهت دارن، پس این نبود، این هم نبود. خمیده بودن مولکولش هم اگر دقت کنید، دوتا مولکولش رو بچه به صورت خمیده رسم کرده، یعنی هاش اینجاست، هاش اینجاست، به این صورت خمیده رسمش کرده، صاف رسم کرده. هاش دو اس هم همینطوری میشه، اس اینجا قرار میگیره، این هم هاش میشه، این هم هاش میشه، اینا نقاطش رو قرار میگیره. این هاش دو او ما هستش، این هم هاش دو اس ما هستش. ویژگیاشو حتما با هم دیگه بخونید، از سوالای مهمه. پس خمیده هستن جفتشون، پس دو موردشون با هم دیگه شباهت داشت. پیوند هیدروژنی آب داره، هیدروژن سولفید ندارد. حالت فیزیکی آب مایع است، هیدروژن سولفید جامده، پس شباهت ندارن تو اون دو تا مورد. خب سوال بعدیمون، تست بعدی رو خوب دقت کن. بسیاری از ویژگی های مواد قطبی ماننده. کی قطبیه؟ بله قطبیه، 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 ناقطبیه. این پس تو جای خالی اول من نمیتونه ناقطبی قرار بیفته، قطبی ماننده یا ناقطبی ماننده. ناقطبیه، قطبیه، پس این هم به این خاطر دلیل این فعلا حذف میشه. یا گزینه یک درسته یا گزینه سه، چون این گفته اول قطبی، این دوتا قطبی هم. دومش گفته مثالی از ناقطبی بزن، مثالی از ناقطبی هم. را می توان بر اساس نیروی واندوارسی چی آقا؟ چرا اسمشو به ما نگفتی؟ بچه ها نیروهای بین مولکولی اسم دیگهش نیروهای واندوارسیه، نیروهای واندوارسی. این همون پس چیه بچه ها؟ نیروهای بین مولکولیه. اوکی خب میگه بین این قطبی ها و ناقطبی ها و این داستان ها چه نوع پیوندی هست؟ چه نوع نیرویی هست؟ نیروی بین مولکولی هست، پیوند هیدروژنی نیست. و در ادامه خواص ترکیبی مثل HF و H2 بر اساس اینا یادتون باشه چی داشتن؟ پیوند هیدروژنی داشتن. پس گزینه 3 درسته. این هم به علت اینکه گفته بود توی اینها ما پیوند هیدروژنی داریم، یعنی توی HCl و CH پیوند هیدروژنی داریم، غلط میشد. آقا تست بعدی. دو تا سوال هم مونده بچه ها، با هم بررسی کنیم و انشالله این جلسه هم به اتمام برسه. خب آقا این چی گفته؟ میگه کدام واژه درباره نقطه جوش ترکیب ها درست است. بریم سراغ نقطه جوش هاشون و اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه ها H2O نقطه جوشش چنده؟ 100. من نقاط رو باید حفظ باشم. حفظ باشی خوبه، ولی میتونی با یه سری از ترکیب، یه سری از قوانینی که به تو گفتم. بچه H2 پیوند هیدروژنی مگه نداره؟ خب HF هم پیوند هیدروژنی داره، NH3 هم پیوند هیدروژنی داره، پس اینا همه پیوند هیدروژنی دارن. پس این گزینه رو نگه دار، بهت بگم چطوری بررسی می‌کنی. گزینه‌های دیگر رو ببینیم میتونیم حذف کنیم. 2 CH4 بچه یک مولکول ناقطبیه،
اومده جلوی آب میخواد قطع دلم کنه، بگه من نقطه جوشم بیشتره. این ناقطبیه، این اصلا پیوند هیدروژنی داره. قطعا این پیوند هیدروژنی دارا بیشترن و قطعا هاش دو بیشتر از اینها خواهد بود. پس این غلطه به خاطر این قسمتش که اصلا گفته یه مولکول ناقطبی از مولکول هایی که پیوند هیدروژنی دارن قدرتش بیشتر، نقطه جوشش بیشتر. اینجا چی گفته؟ اینجا هم بچه ها باز این پیوند هیدروژنی داره، این قسمتش گفته سیاه‌شال بیشتر از یه ماده ای که پیوند هیدروژنی داره. غلطه، این قسمتش غلطش کرد. و در ادامه این یکی باز هم گفته چی؟ سیاه‌شال بیشتر از پیوندارهای هیدروژنی هن. اینا همشون چی دارن؟ اینا ها چی داشتن؟ هیدروژنی داشتن. پس نماجشون قطعا از یه دونه ناقطبی پیزوری بیشتره. این یکی هم همینطور، این هیدروژنی دارن، قطعا نقطه‌جوششون یه ناقطبی پیزوری بیشتر خواهد بود. بچه ما با حذف گزینه هم میتونستیم به این برسیم، ولی آقا اگه پیوند هیدروژنی دارها رو اومد با ما بررسی کرد، ما چیکار میتونیم انجام بدیم؟ ما بچه ها دمای جوش آب رو حفظ هستیم، دمای هاش اف و این هاش سه رو هم اگر این جدولی که داشتیم اینجا، دمای هاش اف بچه ها اگه یادتون باشه 19 مثبت بود ولی این هاش سه منفی بود. پس اگر توی این ترکیب های معروف که این هستش، توی این ترکیب های معروف بخوایم بگیم این ترتیب درسته، چرا که این دمای جوش چنده؟ 100 درجه، این 19 درجه، این منفی 33 و اینم نمیدونم چنده، ولی میدونم چون ناقطبی هستش از این بیچارهایی که پیوند هیدروژنی دارن قطعا میدونم کمتره نقطه جوشش. پس این ترتیب رو هم حفظ باشید خوبه، ممکنه مقایسه بین چند تا پیوند هیدروژنی دار رو بده. اینها معروفاش هستن، هاش 200، هاش اف 19 و این هاش 3 هم منفی 33.5. و تست آخر از این مبحث، کدام مقایسه درباره باز گفته نقطه جوش اینها درسته؟ آقا بله، بیاردو، افدو و سیلدو رو با هم مقایسه کرده. بچه ها ما میدونیم توی جدول تناوبی این یه راه دیگه شه، چون جرم مولیا رو به من نداده من حساب کنم، اینا همه ناقطبی هن، باید برم سراغ جرمشون. پس بچه ها اینا تو جدول چطوری قرار گرفتن؟ اف، سیل و بیار، درسته؟ پس از بالا به پایین میدونم چی میشه؟ جرم مولیم زیاد میشه. پس از همه قوی تر باید چی باشه؟ بیار دو، بعد سیل دو، بعد اف دو. پس اینجا غلط مقایسه شده، چون جرم مولی ندارم مجبورم برم سراغ جدول. بچه ها توی جدول از بالا به پایین افزایش جرم مولی داریم، از چپ به راست هم افزایش جرم مولی رو خواهیم داشت. بیا اینجا، اینا هم بس بچه ها چی هستن؟ باز ترتیب اون جدول F, CL و BR، درسته؟ پس از همه قوی تر کی باید باشه؟ کنار اینا فکر کن یه دونه هم هاش قرار بگیره، یکسان قرار گرفته دیگه. پس از همه قوی تر باید چی باشه؟ هاش BR، بعدش هاش CL، بعدش هاش F. ولی غلطه، هاش F هیدروژنی داره. آها، این هیدروژنی رو حواست باشه، هیدروژنی هر جا دیدی اون از همه بیشتر میشه، مگه اینکه یه هیدروژنی دیگه کنارش باشه که مقایسه انجام بدی. پس این مقایسه غلطه. باید چی رو میگفت؟ آفرین، درستش این میشد بچه ها، میگفت هاش اف چون پیوند هیدروژنی بیشتره. بقیهش چی؟ بقیهش اینا میرفتیم همون تو جرم مولی، چون جرم بی آر بیشتره پس هاش بی آر بیشتر از هاش سی ال میشه. پس اونم غلط بود. این یکی. هاش دو بچه پیوند هیدروژنی دارد پس بیشتره، درست. هاش دو اس، این دوتا تو جدول چطوری قرار گرفتن؟ بالاشون که اوه، پایین اس، بعد اس ایه. پس بچه ها اس ای چی هستش؟ جرم مولیش بیشتر از گوگرد ماه، سلنیوم بیشتر از گوگرد ماه. پس باید درستش چطوری می نوشت؟ هاش دو که هیدروژنی داره، باید می نوشت هاش دو اس ای و می نوشت هاش دو اس، همین هم نوشته پس درسته. هرچی ما بیایم پایین تر، ببینید هرچی بیایم پایین تر جرم مولی زیاد میشه، یادتون باشه جرم و حجممون هم زیاد میشه، جرم مولی زیاد، حجممون هم بچه افزایش پیدا میکنه چون مولکول همون بزرگتر، اتم همون بزرگتر میشه. و این گزینه هم غلطه، چرا؟ چون درست پیدا کردیم؟ نه، با هم بررسیش کنیم. بچه ها NH3 چیه؟ پیوند
هیدروژنی داره پس باید قوی تر باشه. بین این دوتا میرم توی جدول نگاه میکنم توی جدول چطوری قرار گرفتن اینها. N اینجاست، بعدش P هستش، بعدش AS. بچه ها پس اگر بخواد کنار این هر مولکول مشابه میبینی سه تا هاش قرار گرفته دیگه. کی از همه قوی تر میشه؟ پایین پایینیه. چرا نیتروژن با این هاشا قوی تر؟ چون پیوند هیدروژن داشت. بین این دوتا ولی مقایسه عادی باید انجام بدی. هر کی پایین تر بود پس جرم مولیش بیشتره پس قوی تر. پس درسته این میشد NH3 بیشتره از AS3 و اینم بیشتر است از PH3. درسته اینم این بود و این گزینه‌مون هم پس غلط میشه. پس بچه ها این سوال رو داده بودم، بدونید که اگر جرم مولی رو نداشتیم تا آخر سوال به من نداده بود چطوری مقایسه میکنن با توجه به روندی که تو جدول دارن. از بالا به پایین توی هر گروه جرم مولیمون زیاد میشه، از چپ به راست هم جرم مولیمون باز زیاد خواهد شد اگر عناصر توی یک دوره باشن و به صورت کلی هم این روند رو میتونیم ما داشته باشیم. پس بچه ها این موضوعمون هم تمام میشه، میرسیم به بخش انحلال که انحلال رو انشاءالله در ویدیوهای دیگه با هم دیگه ضبط خواهیم کرد و حتما جزوه بچه توی گروه گذاشته شده، جزوه رو تهیه کنید، جزوه جلوتون باشه، فیلم رو دونه دونه نگاه کنید، هر سوالی هم که داشتید ما در گروه پاسخگو هستیم. خسته نباشید و خدا نگهدارتون. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.